اینجا لندن است رادیوی بی, بی سی. در ساعت هفت بامداد تهران هشت در کابل و هشت و نیم در دوشنبه با چشمانداز بامدادی هستید از رادیو بی بی سی در لندن درود بر شما دایش رجبیان در بامداد شنبه 17 اسفند هفته همه مارس نرخ ابتلا به کرونا در جهان بیش از 100 هزار مورد سازمان جهانی بهداشت میگوید عمیقا نگران است در ایران که 124 مورد مرگ بر اثر ابتلا به کرونا ثبت شده چه میگذرد در این برنامه خواهیم شنید اگر در ولایات بود اگر در ها بود اگر... این مرگ بار در کابل هم از موضوعهای های برنامه امروز ماست چندشون اون رو بررسی خواهیم کرد کشورهای صادر کننده نفت در مورد کاهش تولید نفت به توافق نرسیدند این تصمیم چه پیامت هایی خواهد داشت یکی دیگر از موضوعهای های برنامه امروز ماست در کنار موضوع های دیگر سراغاز تازه ترین خبرهای جهان از مینا جوشفن. شمار مبتلایان به کرونا در جهان اکنون به مرز 100 هزار نفر رسیده. سازمان جهانی بهداشت سرعت گسترش این ویروس را نگران کننده دانسته. کلمبیا و کوستاریکا جدیدترین کشورهایی هستند که موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در آنها ثبت شده. روز جمعه دومین مرگ ناشی از این بیماری در بریتانیا به ثبت رسید. عربستان سعودی هم حضور عموم را در تمامی مسابقه های ورزشی به حالت تعلیق درآورده. در ایران دولت برای مقابله با, با ویروس, کرونا تردد بین شهرهای بزرگ را محدود کرده و استانهای گیلان و مازندران هم ورودی ها را به روی مسافران بستند وزارت بهداشت ایران میگوید شمار مبتلایان از روز پنجشنبه تا جمعه بیش از 1200 نفر افزایش یافته و 17 نفر دیگر جان باختند با این حال به گزارش ایرنا ساعات کار ادارات ایران از شنبه 17 اسفند به روال عادی خواهد بود روز گذشته دکتر مایکل جی رایان مدیر اجرایی سازمان بهداشت جهانی از پیشرفت اقدامات ایران در مقابله با این بیماری سخن گفت. آقای رایان با اشاره به صد هزار نیروی انسانی متحد به مبارزه با کووید 19 و شروع یک برنامه اقدام ملی گفت، به نظر می‌رسد ایران روی کرده جدی‌تری پیش گرفته باشد. در همراه مسلحانه گروه داعش به مراسم 25 مین سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری از رهبران شیعه روز جمعه در کابل دست کم 27 نفر کشته و 55 نفر زخمی شدند. محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان مسئولان امنیتی را به بی بی تفاوتی در تأمین امنیت این مراسم متهم کرده. سجاد محمدی از کابل گزارش می دهد. ریاست جمهوری افغانستان این حمله را جنایت ضد بشری و علیه وحدت ملی افغانستان خوانده راس ویلسون سفیر موقت امریکا در افغانستان هم این حمله را محکوم کرده و از نیروهای امنیتی افغان برای واکنش سرشان قدردانی کرده است او میگوید امریکا برای برقراری صلح در کنار مردم افغانستان است و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور بازداشت تعدادی از اعضای خانواده سلطنتی را صادر کرده احمد بن عبدالعزیز برادر پادشاه و محمد بن نایف ولیعهد سابق در میان افراد بازداشت شده هستند هنوز دلیلی برای این دستگیری ها عنوان نشده اما احتمال آن میرود که قصد محمد بن سلمان برداشتن رقبا از سر راه رسیدن به پادشاهی کشور باشد دورود بر همراهان چشمانداز, چشمانداز بامدادی از رادیو بی بی سی در لندن داریش رجبیانم در بامداد شنبه 17 همه اسفند هفتم مارس که دیگر از روزهای کرونا زده امیدوارم هر جای دنیا که هستی در اوج خوشی و تندرستی باشید در ساعتی صحبت می که شمار موارد ابتلا به ویروس کرونا در جهان از 100 هزار تن گذشته به گونه‌ای که رئیس سازمان جهانی بهداشت شتاب به گسترش ویروس را عمیقا نگران کننده توصیف کرده دکتر تدروس گبریسوس گفت که سازمان جهانی بهداشت فهرستی را ترتیب داده مرکب از 20 فراوردی پزشکی که واجب و ضروری هستند از جمله دستگاه تهویه و اکسیژن و از دولت ها خواسته تا در تهیه تح... تح... آنها به حد کافی بکوشند دکتر تدروس گبریسوس گفت که تشخیص و درمان هر یک مورد به کاهش شتاب گسترش ویروس کمک خواهد کرد. آخرین داده ها از فرانسه حاکی است که شمار مبتلایان در این کشور به 613 تن رسیده. مدارس کودکستان ها در مناطقی که بیشتر از همه آسیب دیده اند برای دو هفته بسته میماند. کرونا در ایران خود موضوع جداگانی است که تا چند دقیقه دیگر سراغش را خواهیم گرفت. پیش از همه نگاهی کلی داشته باشیم به کرونا در آمریکا و جهان با هادی نیلی در واشنگتن. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مصوبه کنگره برای اعطای بودجه کلان برای مقابله با ویروس کرونا را امضا کرد. بودجه نزدیک 8.5 میلیارد دلار که قرار است به شبکه درمانی آمریکا کمک کند با این بحران روبرو شود. تعداد موارد ثبت شده از ابتلا به کووید 19 در آمریکا به 233 نفر رسیده. 14 نفر هم بر اثر آن درگذشتند. دامنه آن به حدود نیمی از ایالت‌های آمریکا می‌رسد. رئیس جمهور آمریکا که در روزهای گذشته بارها این بیماری جدید را با سرماخوردگی مقایسه کرده بود و گفته بود بزرگنمایی درباره آن یکی دیگر از دروغهای مخالفانش است موقع امضای این بودجه هم باز خواستار آرامش در مقابل این بحران شد و گفت خودش می رود. کاخ سفید بابت واکنشش درباره ویروس کرونا زیر انتقاد بوده و اذعان کرده که آمریکا امکانات کافی برای آزمایش ابتدا به این ویروس نداشته دونالد ترامپ همچنین به شهر آتلانتا سفر کرد و آنجا به مقر مرکز مهار و پیشگیری بیماری ها رفت که مسئول اصلی رسیدگی به تشخیص موارد ابتلا به کرونا است. او و دیگر مقام های مرتبط در این برنامه تلاش کردند به شهروندان آمریکا اطمینان خاطر دهند که حالا دیگر امکانات کافی برای آزمایش ابتلا دارند. این وضعیت دامن برنامه های فرهنگی را هم گرفته از جمله برنامه های مرتبط با ایرانیان بنیاد فرهنگ در لس آنجلس و موزه اسمیتسونیان در شهر واشنگتن اعلام کردند برنامه نوروزیشان را فعلا برگزار نمی کنند. جشنواره آمریکایی جنوب از جنوب غربی هم که هر سال در شهر آستین تگزاس برگزار می شود، اعلام کرد امسال بابت کرونا برگزار نمی شود. این جشنواره 34 ساله در حوزه فناوری موسیقی و هنر است. قبل از این فیسبوک، اپل، توییتر و آمازون هم برنامه‌هایشان را لغو کردند. در واشنگتن در شمال غربی آمریکا که بیش از نیمی از موارد ابتدای کرونا در آمریکا در آن ثبت شده خیلی از شرکتها فعالیت در دفترهایشان را تعطیل کردند خیلی از کلاسهای درس در مدرسه و دانشگاه و کالج تعطیل شده و مقام های بهداشتی شروع کردند به تماس با افرادی که کووید 19 برای آنها خطرناکتر است مثل بیماران ریوی تا مطمئن شوند آنها در جریان هشدارها قرار گرفتند و وضعیت سلامتیشان را زیر نظر بگیرند تاکنون ابتلای بیش از 100 هزار نفر در کشورهای مختلف جهان ثبت شده که بیش از 3400 نفرشان درگذشتند. با ادامه بحران و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره عواقب بیماری کووید 19 برای اقتصاد، بازارهای بورس در آسیا و در بریتانیا به شدت افت کردند. در همین حال بالیوود هم جشنواره سالانه را که به اسکار هند معروف است، به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل کرده. هادی نیلی از واشنگتن گزارش میداد البته شیوع ویروس کرونا را نه تنها از خبرها می شود، شنید و پیگیری کرد بلکه در شهرهای بزرگ جهان می شود حضور آن را به وضوح دید مهمترین مکانهای گردشگری جهان در این روزها خالی از گردشگر شده جاذبه هایی که از پرطرفدارترین اماکن گردشگری جهان محسوب شوند این روزها به شهر ارواح میمانند چه در ایتالیا و ژاپن چه در مکه و مدینه و سنگاپور و بانکوک در تانمای بی بی سی پرژن آلبوم عکسی منتشر شده با نام اماکن گردشگری دنیا از توریست خالی شد که تصاویر برخی از این محلها پیش و پس از شیوع ویروس کرونا نشان میداد و ما در ایران تازه ترین آماری که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده 4747 تن مبتلا است و 124 تن جان باخته کرونا 913 تن هم بهبودی یافتند تا ساعت دیگر شاید آمار تازه تری هم به دست برسد فعلا گزارشی داریم از شیدا هوشمندی درباره کرونا در ایران شهر قرنطینه نشده. دولت ایران اما برای مهار ویروس کرونا در تلاش است. مدارس و دانشگاه ها تا آخر سال تعطیل شدند. مقام های محلی استان های گیلان و مازندران مبادی ورودی به این استان را بستند. فقط خودروهای حامل سوخت و مواد غذایی اجازه تردد این گزارش تلویزیون دولتی ایران است که میشنوید. کرونا هیچ مسافری را در ایام نوروز پذیرا نیستیم. کارشناسان سازمان بهداشت جهانی که در ایران بودند میگویند کارزار مقابله با کووید 19 در ایران بر تشخیص سریع محدودیت رفت آمد درمان و مشارکت منطقهای تمرکز دارد این سازمان میگوید در ایران استراتژی و اولویت بندی در کنترل کووید 19 در حال تغییر است کارهای مفیدی برای مدیریت موارد ابتلا جلوگیری از افونت، کاهش ریسک و در کل رویکرد دولت ایجاد شده اما هنوز باید روی نحوه جمعآوری آمار و تحلیلان در ایران بیشتر کار شود در آخرین تلاش دولت تردد میان شهرهای بزرگ را محدود کرده از مردم خواسته مسافرت نکنند مگر در مواقع ضروری اما بعضی از این فرصت برای تفریح استفاده میکنند به نظر می رسد این بخش از مردم هنوز جان باختن بیش از 100 نفر که بنابر آمار غیر رسمی بیش از اینهاست را جدی نگرفتند. خب همانگونی که در گزارش شیدا هوشمندی شنیدیم که متاسفانه گزینه دیداری اون در این برنامه مهیا نشد برای مقابله با کرونا در ایران مدارس دانشگاه ها کودکستان ها و مراکز توانبخشی تا پایان سال تعطیل شدند قرار است درباره ایران صحبت کنیم و اگر پرسشی از مهمان برنامه دارید همین حالا برای من بفرستید تا با مهمان برنامه تر بکنم تقریبا در سراسر کشور تعطیلی مراکزی همچون تالارهای پذیرایی سالن‌های ورزشی تئاتر سینما و نماز جمعه ادامه خواهد داشت و شیفت‌های چرخشی دورکاری کاهش نیروی انسانی در دستگاه اجرایی کاهش حضور افراد در شهر سیاستی است که در این راستا دنبال می‌شود و به تدریج در واقع بر محدود کردن سفر و تشویق مردم به پرهیز از سفر بیشتر تمرکز دارند در این سیاست جلسات مسئولان دولتی با ویدیو کنفرانس برگزار می شود و سعی شده با استفاده از دولت الکترونیک رفت و آمدها کمتر شود اما آیا کافی هست یا نه برای بررسی این موضوع علی افشاری با ما سلیگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن شب شما در آمریکا به خیر آقای افشاری واکنش و عملکرد مقام ها و مردم ایران به شیوع ویروس کرونا بعد از بیش از دو هفته رو چطور ارزیابی میکنین حالا؟ حکومت عملکرد ضعیفی داشته و به سلام مهمتر ایرادش این بود که دیر وارد این قضیه شد و اجازه داد به هر صورت با این احمال و کمکاری های انجام شده این ویروس کشنده و مرگ بار در جامعه ایران پخش بشه و و حال کنترل و مهار اون سختتر بشه ایراد اصلی از اونجای شروع شد که به هر صورت خود حکومت هم جدی نگره پروازها از ایران به چین یا چین به ایران انجام شد و این ویروس به داخل ایران منتقل شد در گام بعدی این مسئله قرنطینه کردن کنترل جداسازی باز همون جدی گرفته نشد خب تاکید بیشتر رفت بر بعد درمان در صورتی که جنبه های مدیریت بحران و جنبه های کنترلی بازدارندگی و جداسازی و حساسیت سازی اینها در اولویت قرار نگرفت و همچنین باز هم پنهانکاری بود و عدم شفافیت که هنوز آثار منفیش رو داره اطمینانی وجود نداره و این بحران اعتماد باعث شده که اون ارتباط مناسب بین جامعه و نهادهای حاکمیتی برای کنترل بیماری کووید 19 فراهم نشه منتها جامعه رو هم مردم هم به در بخش جامعه در همین فیلم شما اشاره شده بود حالا خوشحالی و شادی خب جایی نداره اینکه روحیه افراد افزایش پیدا بکنه توان مقاومتشون بهبود پیدا کنه امر قابل دفاعی است ولی در جایی که طبق آمار رسمی حداقل 124 نفر از هموطنان ما جان باختن جایی واقعا برای شادی وجود نداره باز هم بخش های جامعه هم جدی نگرفتن در این شرایط به هیچ عنوان سفر را حتی سفر کاری رو هم باید تا کرد و مگر اینکه دیگه واقعا یک ضرورت ویژه وجود داشته باشه اما سفر میشه یک پرانتزی باز بکنم آقای افشاری که چرا جامعه جدی نگرفتن یعنی انگوش بزنیم روی عملکرد جامعه چون راجبه مقام ها بسیار زیاد گفتیم ولی جامعه چرا جدی نگرفته خب این برمیگرده به این مسائل فرهنگی هست البته از ناحیه حکومت هم جدا نیست یعنی حکومت بخشی هم آموزش و اون ایجاد حساسیت به اصطلاح میتونست نقش میجاد بکنه جامعه رو مثل آگاه تر بکنه اما خب به هر صورت ما یک سری مشکلات شاید فرهنگی و اجتماعی هم داریم اون زیر ساخت های لازم تربیتی فراهم نشده باز به نوعی این موضوع جدی گرفته نمیشه یا احساس میشه خطر دور هست و افراد بعضی از افراد با بی با مسئله برخورد همزمان مقام چون حشمت الله فلاحت پیش رو میبینیم آقای افشاری عضو کمیسیون امنیت ملی هست ایشون و سیاست خارجی مجلس و همینطور حسین سلامی که فرمانده کل سپاه پاسداران که یک نظری توتعه رو مطرح کردند بدین شرک شیوع ویروس کرونا در چین و ایران حاصل یک حمله بیوتروریستی بوده علیه این دو کشور و اینکه مقام های آمریکایی در مورد آمادگی کمک به ایران برای مقابله با شیوع این بیماری دروغ میگن آیا برای طرح این ادعا شاهدی هم دارند به نظر شما طبق برای حد کردن ادعاهاشون نشون میده خیر فقط یک ادعای بلا استنادی رو مطرح کردن باید پاسخ بدن این موضوع که فقط محدود به ایران یا کشورهایی که مثل چین که آمریکا با اونهایی رقابت اقتصادی و راه بردی و به اصطلاح جوپولیتیک داره محدود با نمیشه خود قلم رو با آمریکا رو در بر گرفته کشورهای متحد آمریکا در اروپای غربی رو باز در بر گرفته بنابراین این امر برای دولت آمریکا به شدت پر ریسک است و اساسا قابل باور نیست اونتا اونها باید مستنداتی رای بکنن که به نظر من این گونه نیست اونها یک تمهیدی رو به خرج رو البته صحبت های آقای سلامی قطعیتی هم نداشت گفت ممکن هستش که یک کمکاری ها ضعف های انجام شده رو اینجوری مخفی بکنن پنهان بکنن و از این زاویه هست که بیشتر میشه این مسئله رو دید ولی این پاسخگو نیست این به حال تئوری توتعه گریبان خود اونها رو هم میگیره یعنی به حال بخشای جامعه هم یک سری اتهامات و ادعاهایی رو علیه خود جمهوری اسلامی تر کنند در مورد خود دولت و این توضیح رو هم بدم که این بحث ابتدا از غیر از این قبل از اینکه مقامات رسمی بگن برخی از نیروهای در خارج کشور هستند ظاهرا کارشناسان مستقل هم هستن اما جانبداری ویژه‌ای از عملکه جمهوری اسلامی دارن اونها ابتدای مسئله مطرح کردن و این نگاه که دولت آمریکا یک سیاست خاصی رو دنبال میکنه در مسئله کرونا که جمهوری اسلامی و زم اونها ایران رو تضعیف بکنه اما در خود چین همین دیدگاه ها مطرح شده که به نظر من سویه های سیاسی داره آقای افشاری شنونده یا بیننده با نام ساسان میگه که میخواستم از آقای افشاری بپرسم چگونه مجلس مجلس دویس میلیون دلار از صندوق توصیه ملی برای سپاه قدس اختصاص داد اما برای کرونا هیچ اقدامی از نظر او عملی نمی کند کوتاه لطفا حتی مجلس که الان خب تعطیل شده تا اول پیشنهادی نه دولت باید بیاد یا خود رهبری که الان به هر به اصطلاح بهانه‌ای حکم حکومتی میده و نهادها و پرهای قانونی رو دور میزنه طبیعتا از اونجا باید این پیشنهادها بیاد بحث درستی هست به خصوص الان اقشار آسیب پذیر در اینا وضعیت بدتری پیدا کردن شمار بیکارها افزوده شده خیلی هم مشاغل کوچک در آستانه تعطیلی یا نیمه تعطیلی هستن اینا نیازمند کمک ویژه هستن و دولت و یعنی مقامات حاکمیتی باید بودجه های خاصی رو برای اونها در نظر بگیرن علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن آمریکا سپاسگزارم از حضور شما در چشم انداز بامدادی بی بی سی و ما این موضوع ابعاد دیگه هم که شماره اندک از روزنامه های صبح امروز تهران سراغش رو گرفتن شماره اندک چون امروز تعداد انگشت شمار روزنامه ها در تهران چاپ شدن به دلیل بین و تعطیل این اما فرشتی قاضی در آتلانتای آمریکا به حد کافی مطالبی رو برای این بخش فراهم آورده بررسی روزنامه های تهران رو امروز شروع می کنیم با باید انتخاب کرد از ایران نگاه تهرانی ها به کرونا از همشهری و در نهایت هم کرونا ایران حراسی و خودزنی از مستقل خب یک بخش بیشتر نداریم در این برنامه خانم قاضی روزنامه ایران مطلب اول که انتخاب کردید از این روزنامه هست از چه باید کرد ها نوشته و گفته که باید ارتباطات فردی و جمعی و تجمعات به صفر برسه در مطلب باید انتخاب کرد چه میگه دقیقا روزنامه دولتی ایران تیتر یک کش رو به اقدامات ضربتی فرمانداران و استانداران کشور در مبارزه با کرونا اختصاص داده در یادداشت اصلیش هم نوشته که کاهش و به صفر رسوندن ارتباطات مستقیم میان فردی و جمعی و تجمعات راهکار پیش روی ماست برای این کار میشه به سادگی تصمیم گرفت همه جا رو تعطیل کرد ولی هزینه این کار چنان سنگینه که شاید در بسیاری از موارد مردم زیر بار اون نرن نویسنده روزنامه دولت ایران نوشته مدارس و دانشگاه ها رو میشه تعطیل کرد مسابقات ورزشی و تجمعات مذهبی رو هم به صورت کوتاه مدت میشه تعطیل کرد اما ادارات کارخانجات و بانک ها رو نمیشه بستگی هم داره به ابعاد ماجرا و شاید در یک زمان بخشی از اونها رو هم بشه تعطیل کرد این روزنامه نوشته که بحث درستی یا نادرستی اقدامات نیست بلکه بحث این هستش که حکومت و سیاست گذار باید انتخاب بکنه بین اولویت ها و امکانات در دسترسی که داره برای کاهش هزینه ها و کنترل کرونا و یکی از معدود این روزوم هایی که منتشر شدن امروز هم شهری هست مطلبی داره به نام نگاه تهرانی ها به کرونا که از سایه سنگین کرونا بر خیابان های خالی تهران می و از نحوه مدیریت بحران ارزیابی نهاییش چیه آرش نصر اصفهانی در این روزنامه نوشته که دورنمای کنترل و مهار بحران مبهم به نظر میرسه و ترکیبی از سردرگمی و بیاعتمادی به استراب عمومی در مورد این اپیدمی دامن زده از این روی وضعیت روانی جامعه در مورد این بیماری به اندازه وضعیت سلامت جسمی و بهداشت فردی و عمومی اهمیت داره و باید مورد توجه قرار بگیره روزنامه همشهری نظرسنجی رو منتشر کرده که توسط دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگ شهرداری تهران با همکاری ایسپا به صورت تلفنی انجام شده بر اساس این نظرسنجی دسترسی به اقلام بهداشتی و پزشکی مانند ماسک و مواد ضد عفونی کننده یکی از نگرانی های اصلی بسیاری از خانواده‌ها در شهر تهران و بیش از 63 درصد از شهروندان دسترسی کافی به این اقلام ندارند. 74 درصد گفتند که به دلیل موجود نبودن این اقلام در بازار دسترسی ندارند، اما 22 درصد گفتند که در واقع ناتوانی مالی برای خرید این کالاها دارند. آرش نصر اصفهانی در ادامه نوشت یکی از مهمترین موضوعاتی که درباره مدیریت بحران از نگاه مردم میشه به اشاره کرد، احساس بی‌عدالتی در تخصیص منابع تعداد نسبتا قابل توجه مسئولان مبتلا شده به کرونا و تحت درمان فوری قرار گرفتنشون سبب شده مردم تصور کنند مسئولین در دریافت خدمات در اولویت قرار دارند روزنامه مستقل اما به همین بهانه از تهدید کرونا بر ساختار سیاسی و اجتماعی کشور و همینطور ایران حراسی پرداخته در مطلب کرونا ایران حراسی و خودزنی جزئیاتش چی خود می‌خواید قدیر گلکاریان در سرمقاله این روزنامه نوشته اونچه که باید در کنار مبارزه با تهدید کرونا مد نظر قرار بگیره آمادگی و تقویت روان اجتماعی برای گذر از این مقطع مهمه کرونا علاوه بر تهدید ساختار اجتماعی اقتصادی و سیاسی کشور که آثار سوش رو شاهد هستیم به دلایل عدیده ای تبدیل به ابزار تاثیرگذاری بر فرهنگ و اخلاق جامعه ایرانی هم شده امروز اگر مجلس فعالیت علنی نداره مدرسه ای باز نیست فعالیت اقتصادی به رکود کشیده شده به اعتقاد نویسنده همه نشون از بروز شرایط جنگی جنگ بیولوژیکی که ناخواسته در جبهه اون قرار گرفتیم آقای گلکاریان ادامه داده که به موازات تهدید کرونا تهدیدهای ایران هراسی هم به نقطه اوجش رسیده و هزاران تاسف که در این میان برخی از هموطنان هم به موازات عملکرد دشمنان در شدت گرفتن ایران هراسی به صورت جاهلانه نقشیفا میکنند فرشته قاضی بود با روزنامه های صبح امروز چاپ تهران که همگی از بحران کرونا نوشتند حالا این فرصت رو داریم که از شما مخاطبان برنامه چشمانداز بامدادی بجو در ایران بپرسم که تا کجا عملکرد مقامها در مقابله با ویروس کرونا قابل قبول بوده از دید شما و عملکرد جامعه یا مردم چطور مثلا وقتی که این دوره قرنطینه با تعطیلات تفریحی اشتباه گرفته میشه به نظر شما دلیلش چیه آیا باز هم به مقام ها برمیگرده یا به خود جامعه چطور میشه این موضوع رو, رو روشن کرد بیش از پیش و در جامعه تزریق و تفهیم کرد که دغدغه اصلی یک ویروس همگیر تازه است که به آسانی به بدن آهاد جامعه راه مییابه رشد میکنه تکثیر میشه خود شما برای جلوگیری از شیوع کرونا چه کارهایی می و چه توصیه هایی داریم برای دیگران برام بنویسیم تا پیام رو بخونم. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما. بامدادی at BBC شما باام دادی@ bbc.co.uk دو فر44 سی70 49، 22 22. البته رویدات های مربوط به کرونا که دوتا نیست و به ناگزیر دوباره به این موضوع باز خواهیم گشت اما پیش از آن از افغانستان بگوییم از حمله مرگبار دیروز در کابل گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله به مراسم یادبود کشته شدن عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی را به عهده گرفته وزارت بهداشت افغانستان گفته که در این حمله 27 غیر نظامی کشته و 55 تن هم زخمی شدند. گروه داعش تصاویر دو تن را منتشر کرده و مدعی شده که آنها مهاجمان این حمله بودند و در این تصاویر داعشی پسفند نام یکی از آنها ایرانی و دیگری تاجیکی آمده است. در این باره گزارشی داریم از سجاد محمدی در کابل. اگر در ولایات بود، اگر در ولسواله ها بود، صحبت از نهادی نشدن سال در کل کشور بود که صدای تیراندازی گوشه از قلب کشور کابل را به هم ریخت. این وضعیت سخنرانی محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی سال را مختل کرد و مردم در میان ترس و واویلا از محل فرار کردند. این مراسم در محوطه بزرگ موسوم به مسلای مزاری برگزار شده بود و چند تلویزیون محلی آن را زنده نشر می کردند. مهاجمان در ساختمان نزدیک به این مسلا جابجا شده و از آنجا به سوی محل برگزاری این مراسم تیراندازی می کردند. تصاویر نشان می دهد که دود سیاه و باریک از ساختمانی که مهاجمان در آن گرفتند بیرون می شود. پلیس گفته صدها نفر را از ساختمان های نزدیک محل حادثه بیرون کردند. در این مراسم در کنار برخ مقام های حکومتی و چهره های سیاسی صدها تن از باشندگان کابل به شمول زنان نیز حضور داشتند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی محمد محقق معاون او کریم خلیلی رئیس شورای عالی سال و برخ چهره های سیاسی سی دیگر که در این مراسم حضور داشتن آسیب ندیدند رئیس جمهور اشرف پس از این حادثه با آقای عبدالله و آقای خلیلی تلفنی صحبت کرده است در ویدیویی که از سوی نزدیکان آقای عبدالله در رسانه های اجتماعی پخش شده او در یک مکالمه با طرف مقابل که مشخص نیست این حادثه را سوال برانگیز میخواند حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و سلاهودین ربانی وزیر سابق امور خارجه قبل از حادثه محل را ترک کرده بودند در کنار نیروهای ویژه امنیتی نیروهای خارجی نیز در محل حضور یافتند. آن هم در نقش حمایت از نیروهای افغان ریاست جمهوری افغانستان این حمله را جنایت ضد بشری و علیه وحدت ملی افغانستان خوانده راس ویلسون سفیر موقت امریکا در افغانستان هم این حمله را محکوم کرده و از نیروهای امنیتی افغان برای واکنش سرهشان قدردانی کرده است او میگوید امریکا برای برقراری سال در کنار مردم افغانستان است سال گذشته نیز پرتاب چندین هاوان مراسم یادبود از عبدالعلی مزاری را مختل کرد در آن حادثه دست کم سه نفر جان باختند و نزدیک به چهل نفر دیگر زخمی شدند دو سال قبل نیز حمله انتحاری در نزدیک محل برگزاری مراسم یادبود از عبدالعلی مزاری نو کشته و 18 نفر زخمی بر جا گذاشت گزارش بود از سجاد محمدی در کابل با آغازی تکان دهنده که با شروع حمله مرگبار دیروز را در واقع اون شروع اون حمله رو در برداشت در افغانستانی که همچنان در پی دست یافتن به صلح آرامش است اما اظهارات دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره اوضاع کلی در افغانستان پرسشهایی را پدید آورده آقای ترامپ گفت پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن است طالبان بر حکومت افغانستان غلبه کند آقای ترامپ که دیروز در کاخ سفید با خبرنگاران صحبت میکرد نسبت به توانایی حکومت افغانستان در دفاع از خودش پس از خروج سربازان آمریکایی گفت که نمیدانم باید ببینیم که چه رخ میدهد همکارم امیر پیام در واشنگتن که این موضوع رو دنبال کرده حالا با ماست امیر قرار بود در پی توافقی که آمریکا و طالبان اخیرا بهش رسیدن روز دهم ده مارس یعنی سه روز دیگر گفتگوی بین افغانی آغاز بشه و طالبان و دولت افغانستان و همینطور جامعه افغانستان به نوع مصالحه برسن آیا صحبت های دیروز آقای ترامپ این معنی رو القا نمیکنه که قدرت در افغانستان قرار به زور اسلحه به دست بیاد داریش صحبت های آقای ترامپ در از در حاشیه همون جلسه ای که در گزارش اول حالی هم داشتیم آقای ترامپ داشت امضا کرد بودجه 8 میلیارد دلاری برای مبارزه با ویروس کرونا مطرح شد و شاید به نوعی سوال پیچ خبرنگاران از او ناشی از اون دیدار یا اون گفتگوی تلفنی تصویری بود که دو روز پیش میان آقای ترامپ در حضور زلمی خلیلزاد و ملاقنی برادر معاون سیاسی و مذاکره کننده ارشد طالبان روی داد در از خبرنگاران میخواستم بدونند که آیا این صحبت ها و این توافقی که حدود یک هفته پیش انجام شد آیا به منصه ظهور خواهد رسید صلح برای افغانستان به خواهد آورد یا اینکه آقای ترامپ داره در نزدیکی انتخابات با این شعار که میخواد نیروهای آمریکا رو بعد از 20 سال از افغانستان خارج کنه فقط یک وعده یا یک ترفندی رو شبیه آنچه که با کره شمالی انجام دادش میخواند برگزار کنه در همین زمینه بود که آقای ترامپ خب در پاسخ به خبن، خبرنگاران گفت آمریکا 20 سال توی افغانستان بوده و نمیتونه 20 سال دیگه همونجا منتظر بمونه تا یک حدودی میتونه به یک دولتی کمک کنه برای اینکه سر پای خودشون بیستن و تلاش کرد که بگه که از این به بعدش با خود دولت افغانستان هست اما همزمان وقتی سوال شد نشانه اونه که اگر طالبان ممکنه به قول تو به زور اسلحه بخواد برقرار, برقرار بکنه و حکومت رو در دست بگیره آقای ترامپ گفت این توافق و اون چیزی که در اون پیش بینی شده قرار نیست به اینجا برسه و قرار است که صلح رو برقرار کنه اما بعید نیستش که چنین اتفاقی هم بیفته احتمالش رو از بین نبرد شاید به نوعی فشار رو گذاشت پشت دولت آقای غنی که اگه میخواد مذاکرات رو از چند روز دیگه با طالبان آغاز بکنه بدونه که آمریکا واقعا میخواد از افغانستان خارج بشه سپاسگزارم با امیر پیام صحبت میکردم در آمریکا البته صحبت های بیشتری هم داشتیم که متاسفانه اینجا دیگه فرصت نیست که اون رو ادامه بدیم در این لحظات بامداد شنبه 17 اسفند هفتم مارس نگاهی تازه داشته باشیم به سرخط خبرهای جان تا این لحظه شمار موارد ابتلا به ویروس کرونا در سراسر جهان از 100 هزار تن گذشته رئیس سازمان جهانی بهداشت شتاب به گسترش ویروس را عمیقا نگران کننده توصیف کرده است دکتر تدروس گبریسوس گفت که سازمان جهانی بهداشت فهرستی را ترتیب داده مرکب از 20 فراورده پزشکی واجب و ضروری از جمله دستگاه تهویه و اکسیژن و از دولت‌ها خواسته تا در تهیه آنها به حد کافی بکوشند در ایران تازهترین ترین آمار کرونایی که وزارت بهداشت اعلام کرد 4747 تن مبتلا است و 124 تن جان باخته کرونا 913 تن هم با بهبود یافتند گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار دیروز به مراسم یادبودی در کابل پایتخت افغانستان را به عهده گرفته وزارت بهداشت افغانستان گفت که در این حمله 27 غیر نظامی کشته و 55 تن هم زخمی شدند و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن است طالبان بر حکومت افغانستان غلبه کند که در این باره صحبتی داشتیم لحظات پیش و سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تلاش خود برای تثبیت قیمت نفت ناکام پس از آنکه روسیه به فشار این سازمان برای کاهش تولید نفت تن نداده است خب در نیمه دوم برنامه از نفت خواهیم گفت و همین موضوع که گفتم قیمت نفت که موضوع نشست کشورهای صادر کننده نفت بود در وین اتریش اما به نتیجه نرسید چرا این ناکامی رو با کارشناسی در میان خواهیم گذاشت گشت و گذار دیگه هم خواهیم داشت در عالم رویدادها از جمله رویدادهای موسیقایی ایران حتما <متده> شناختین که چه کسی میخونه این آهنگ رو مگه نه اگه نه تا حدود 17 دقیقی دیگه میتونیم بدونین هفت شنبه در راه و <متده> ما <متده> طبق وعده به ناچار برمیگردیم به رویدادهای مهم مرتبط با ویروس کرونا یکی از آنها موضوع نفت است سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تلاش خود برای تثبیت قیمت نفت ناکام مانده پس از آنکه روسیه به فشار این سازمان برای کاهش تولید نفت تن نداد قیمت نفت خام بعد از آن پایین تر هم رفته اکنون از زمانی که ویروس کرونا فراگیر شده قیمت نفت حدود سی درصد کاهش داشته بازارهای سهام جهان هم شاهد کاهش بودند خطوط هوایی و شرکت های مسافرتی بیشترین ضربه را متحمل شدند همه خطوط هوایی اصلی پروازهای خود را لغو کردند و شرکت هواپیمایی آلمانی لوفت گفته که ظرف چند هفته آینده ظرفیت پروازهای خود را نصف می کند. درباره ناکامی اعضای اوپک و غیر عضو اوپک برای توافق بر سر سقف تولید نفت همکارم بهرنگ تاجدین از محل برگزاری نشست در وین اتریش چنین توضیح داد. دلیل این که کشورهای عضو اوپک و این ده کشور متحد غیر عضو اوپک نتونستن سر سقف تولید نفت در ماهای آینده به توافقی برسن این بود که هیچ طرفی حاضر به عقب نشینی نشد محمد بارکیندو دو دبیر کل اوپک بعد از پایان نشست وقتی که تقریبا همه وزرا ساختمون دبیرخونه رو ترک کرده بودن به خبرنگارا گفت که 90 درصد کشورهای غیر عضو اوپک هم با اون پیشنهادی که وزرای اوپک در نشست پنجشنبهشون در واقع سرش به جمعبندی رسیده بودن با اون موافق بودن نه کن ده کشور غیر عضو داریم اگه 90 درصدشون موافق بودن فقط یکی مخالف بوده که اون مخالف کیه روسیه داستان اینه که به نظر میاد روسیه با این کاهش یک میلیون بشکهی موافق نبود و با وجود تمام نگرانی هایی که حتی خود روسیه هم داشت از اینکه شیوع کرونا در سراسر دنیا باعث شده که قیمت نفت پایین بیاد تقاضا برای فراورده های نفتی و خود نفت خام پایین بیاد و این باعث شده که در طول دو ماه گذشته قیمت نفت 3 درصد پایین بیاد با وجود اینها حاضر نبود این پیشنهاد رو قبول کنه به خاطر اینکه این پیشنهاد معنیش این میشد که روسیه باید حدود 300 هزار بشکه در روز از تولیدش کم کرد و این کشور ظاهرا حاضر نبود این کار رو بکنه و در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که حدود یک ماه دیگه در پایان ماه مارس توافق فعلی اوپک و غیر اوپک برای سقف تولید برای محدود نگه داشتن تولید تموم میشه و از اول آوریل که تمام این 23 کشور میتونن هر چقدر خواستن نفت تولید کنن به, اندازه تمام ظرفیتشون نفت تولید کنن نگاه کنید مثلا عربستان ظرفیت تولیدش حدود 12.5 میلیون بشکه در روز تخمین زده شده ولی این هفته های اخیر کمتر از 9 میلیون بشکه ظاهرا داشته تولید میکرده نتیجهش اینه که تمام این کشورها هم عربستان هم بقیه کشورهایی که کمتر از ظرفیت تولیدشون داشتن تولید میکردن میتونن از یک ماه دیگه هر چقدر خواستن نفت تولید کنن و وارد بازار کنن چیزی که مشخص شد اینه که اون بدبینی که خیلی از کشورها به همکاری با روسیه از چهار سال پیش که همکاری بین کشورهای غیر عضو اوپک با اوپک شروع شد اون بدبینی که داشتن ثابت شد این خیلی از کشورها فکر میکردن که روسیه خیلی شریک قابل اعتمادی نیست و در نهایت نتیجهش این شد که برای اولین بار بعد از هشت سال یک نشست اوپک بی نتیجه به پایان رسید و بدون سقف تولید تا نشست بعدی که قرار ماه جوان برگزار بشه تمام این کشورها میتونن هر چقدر خواستن نفت تولید کنن اگر قیمت, های ن... قیمت جهانی نفت پایین بیاد خیلی از این کشورها به درآمد نفت برای تامین بودجهشون وابسته هستند و خیلی از این اقتصادها ممکنه به شدت تحت فشار قرار بگیره اقتصادی مثل ایران که خیلی کمتر از ظرفیتش داره تولید میکنه و به خاطر تحریم های آمریکا نمیتونه تمام اون نفتی رو که میتونه صادر کنه صادر کنه اون اقتصادها ممکنه به شدت ضربه بخورن خب اینم بهرنگ تاجیم بود در وین اتریش که در بایی پایان نشست اعضای اوپک و اعضای در غیر عضو اوپک صحبت میکرد برای بررسی این موضوع استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه ساکتون آمریکا به برنامه پیوسته رضا قرشی از شهر پومونا در ایالت نیوجرسی شب شما در آمریکا به خیر آقای قراشی در مورد ناکامی این نشست سادر کنندگان نفت انگوشتا به سوی روسیه نشانه رفته و گفته شده که همانا روسیه با کاهش تولید نفت موافقه نکرد موافقت نکرده شاید جزیات ماجرا در واقع موضوع رو روشن‌تر بکنه چه شد که چنین شد به نظر شما بله با سلام روسیه از اولش هم از هم وقتی هم که پیوست زیاد کاهش تولید نبود. واقع تمام این دو گروه و این دو کشور یکی عربستان یکی روسیه که امکانات مانوف دارن و بین این دوتا اختلاف برای عربستان مهمترین مسئله حفظ قیمت بالای هر بشکه است برای روسیه مسئله حفظ بازار و حفظ, حفظ سهمیه و از اول هم روسیه هیچ وقت موافق کاهش نبوده انتخاب برای روسیه همیشه بین بد و بدتر بوده بعد این بوده که کاهش بده سهمیه بدتر بوده که اگه نده قیمت ها بره پایین و عربستان تا حالا تونسته روسیه رو وادار کنه که این رو بپذیره اما الان این دفعه روسیه نپذیره پس قبلا گفته بود نمیپذیریم یعنی غیر مترقبه نبود اونقدر به دلایل مختلفی که الان از نظر روسیه بس فرق کرده یکی یکیشون همینی که فرمودیم مسئله کرونا و تقاضای پایین و کنچودن اقتصاد روسیه حسابش اینه که اگر نفت یک دلیلی که عربستان اصرار داره قیمت ها بالا باشه اینه که این کمک میکنه به شرکت های امریکایی و تولید کنندگان شلول اونا اگر قیمت بیفته زیر 40 دلار در بشکه خیلیاشون نمیتونن تولید کنن روسیه حسابش اینه که به این ترتیب چون هرچی سهمیه را آوردن پایین هر روسیه چیز بالا یعنی اوپک و اوپک پلاس آورده پایین امریکا همیشون رو گرفته ولی با وجود این حساب, بودی حساب بودی کتاب هایی بودی. که شما بهش اشاره میکنید آقای قرشی روسیه هم البته متوجه اثرات ویروس کرونا بر بازار نفت هست و سی درصد کاهش قیمت نفت بعد از شروع کرونا رو در واقع انتظار میره که دقدقی خاطر روسیه هم باشه اما آیا روسیه به گذرا بودن این رویداد امیدواره و فکر میکنید که به زودی بازار نفت به همون میزان تولید قبلیش برمیگرده؟ به زودی نه ولی بالاخره فکر میکنه برمیگره یعنی بالاخرهش اولا وقتی که این تکلیف کرونا معلوم بشه برای اینکه اون فاکتور اصلیه حتی بعد از اون هم اقتصادات طول میکشه و بعد هم یک اضافه تولیدی هست اما روسیه حسابش اینه که اگر قیمت نفت بیاد به 40 دلار وزیرش و این ممکنه تا 20 دلار هم بیاد پایین برای اینکه عربستان میتونه حتی زیر 10 دلار هم باز تولید کنه روسیه حسابش اینه که شرکت های و یه سری تولید کنند دیگه اوپک و غیر اوپک میرن کنار و این وضع بازار رو درست میکنه این حساب که روسیه میکنه و در این میان کشورهای هم هستند چون ایران که امکانش رو ندارن که در واقع به اندازه ظرفیت تولیدشون نفت تولید کنند در مورد ایران به دلیل تحریم های نفتی آمریکا این نتیجه در واقع بی نتیجه نشست سادر کنندگان نفت برای این دست کشورها به نظر شما بجه ایران چه معنا و سرانجامی داره؟ خب خیلی بدتره برای اینکه ایران همطور که فرمودین حجم تولیدش خیلی کمتر از توانشه ولی در نتیجه طرفدار بالا بودن قیمت برای اینکه از اون بابت خب درآمدش بیشتره به یه ترتیب یه مقدار فشاری هم که ایران رو روسیه میگذاشته می در اینکه دو ساله یه فاکتوری بوده که روسیه حاضر میشده به کاهش تولید حالا دیگه روسیه این کار نمیکنه ایران ضرر میکنه همه کشورهای دیگه ضرر میکنن ولی ایران بیشتر از قرشی استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون از آمریکا سپاسگزارم از حضور شما با چشماندازه در چشماندازه بامدادی بی بی سی در اینجا نگاهی داشته باشیم به پیام های بیشمار شما که مطمئنا به همه اونها نخم رسید ولی در فیسبوک از نوردمنی می خونم که نوشته به یزدان اگر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم از حکیم ابوالقاسم فردوسی نقل کرده ناس نوشته که الان که ایران در حالت بحران است مجلس تعطیل است و رهبر فراری در تلگرام بهنام نوشته که با سلام خواستم بگم کسانی که دیروز تجمع کردن و دست در دست هم رقصیدن بدون توجه به کرونا و زحمات دکترها و پرستاران سوی دیگر و نمونی مدرن کسانی هستند که ظریح را لیس میزدند این نظر بهنام هست و بهمن میگه درباره تئوری توطعه مطرح شده در مورد شیوع ویروس کرونا جدید توسط آمریکا برای حمله به چین و ایران باید گفت سوء مدیریت و تصمیمات غلط حکومت اسلامی از خود ویروس خطرناکتر و مخربتر بوده و خواهد بود بزرگترین دشمن این ملت جهل حاکم بر آن است و نیازی به مداخله آمریکا نیست حاجی نوشته صف طویل اتومبیل ها در جاده چالوس برای رفتن به شمال برای خوشگذرانی نشان از سقوط تعهدهای اجتماعی در ایران دارد علی رزا میگه چه دستی در کار است که داروخانه های تهران در چنین وضعیتی خطرناک و حیاتی تا امروز الکل برای فروش در اختیار ندارند و بازار سیاه پیدا کرده اینکه دیگر ربطی به آمریکا ندارد ور گفته لطفا گزارشی از نحوه تدفین افرادی که از کرونا جانشان از دست دادند تهیه نمایید و فردین میگه که من میخواستم خواهش کنم که از پیگیری توضیح کمک های بهداشتی بین المللی بگین که این کمک ها به کجا رفته بارها دیده شده که کمک های بین المللی چه برای سیل و زلزله و حالا کوید 19 سر از بازار سیاه در آورده و چرا مگر نباید بین مردم توضیح بشه آیا برای فروش ارسال میشه یا استفاده اشخاص خاص و اگه باز هم فرصت شد به پیام های بیشمار شما خواهم رسید فعلا بریم سراغ خبرهای ورزشی. سرآغازشون یعنی سرآغاز خبرهای ورزشی امروز با بحث انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایرانه همچنان شماری پافشاری فشاری میکنند که این انتخابات باید روز 25 اسفند ماه برگزار بشه در حالی که وزارت بهداشت علیه اجتماعات توصیه هایی داده شرح ماجرا رو از پوریا ژافره بشنویم دیروز هم در برنامه ورزش و مردم گفتگوی مفصلی با ابراهیم شکوری سرپرست دبیر کلی فدراسیون انجام شد آقای شکوری که اتهام های در ارتباط بودن با پسران مدیران ارشد سابق فدراسیون به او زده میشه اینها رو رد کرد ولی در بین صحبتاش صحبت زیادی هم وجود داشت که قابل قبول نبودن اگه که ترجمه میشدن و به فیفا داده می شدن ایشون به نظر می که خیلی هم علاقمند هستن که حیدر بهاربند بشه رئیس فدراسیون با وجودی که حیدر بهاربند مشخصا در اون مسئله بازنشسته ها امکان حضور در انتخابات رو نداره و البته به نظر میاد که تمامی اخباری که از طرف فدراسیون در مورد اساسنامه تا الان به فیفا منتقل شده فقط در قسمتی بوده که بتونه وزارت ورزش رو در واقع دستش رو کوتاهتر بکنن فدراسیون فوتبال که کلا وزارت ورزش به اون صورت به خاطر قوانین سفت و سخت فیفا دخل و تصرفی در انتخابات فدراسیون نداره و تو دوره های قبلی هم دیدیم چه دوره که خود مهدی تاج انتخاب شد چه دوره که علی کفاشین انتخاب شد در سال 90 کاندیداهایی که مورد نظر وزارت ورزش بودن رأی نیاوردن خلاصه شرایط عجیبی هست که با شدت و حدت بسیاری یه گروه شاید وانمود میکنن که میخوان این انتخابات رو در 25 اسفند ماه برگزار بکنن شاید هم مسائل دیگری در جریان هست که کم کم مشخص خواهد شد تو همین لحظه که صحبت میکنیم میدونیم که کار دادگاه برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق کروات تیم پرسپولیس با این تیم به مسئله خوردن فیفا پرسپولیس رو محکوم کرده و حدود یک میلیون و خورده هم بعد به آقای برانکو پرداخت بشه هم حقوق ایشون هست هم یک مقدار خسارتی که بعد به ایشون پرداخت بشه جای دیگه هم من متوجه شدم که فدراسیون فوتبال ایران در یک پرونده مشابهی محکوم شده که به کارلوس کیروش هم حقوقی رو پرداخت بکنه دقیقا مشخص نیستش چی بوده ولی که یک پرونده طولانی مدتی هستش که کارلوس کیروش شکایت کرده بوده در فدراسیون فوتبال ایران و شخص مهدی تاش که اون داره به نوع دیگری پیش میره اون پرونده و از قرار معلوم ایران محکوم شده و امکان تجدید نظر هم وجود نداره اما فعلا پوریا از کرونا راه فراری نیست حتی با شود زدن توب فوتبال ورزش هم به شدت متاثر شده از این داستان از تازه ترین هاش چی میدونی؟ خبر مهمی که الان میتونیم بدیم اینه که در انگلیس با وجودی که هیچ مسابقه از این هفته فوتبال کنسل نشده یک ملاقاتی بین مسئولین برگزار کننده تلویزیون های ورزشی و دولت انجام شده که در صورتی که شویه کرونا در انگلیس یک مقدار جدی تر بشه چه اتفاقی خواهد افتاد اینجا هم دارن به این مسئله بازی کردن پشت درهای بسته فکر میکنن تو ایتالیا این هفته بازی عقب افتاده که همگی فردا یک شنبه برگزار میشن همگی پشت درهای بسته خواهند بود از غذا در فرانسه هم اولین بازی که لغو شده بازی این هفته یه تیم های استراسبورگ و پاریس انجرمن از لیگ فرانسه یه نتیجه هم براتون داریم دیشب تیم های آمیان و مارسی دو دو کردند کردن در حالی که تا دقیقه هشتاد که سامان قدوس به زمین اومد بعد از مدت ها و موثر هم بود برای تیمش بازی دو هیچ به نفع مارسی بود و سامان قدوس تونست تاثیر بذاره و گل دوم رو هم بزنه بازی دو دو مساوی شد به نظر میاد که این مصدومیت و مشکلات بلند مدتی که قدوس با خودش داشت رو تونسته پشت سر بگذاره و اما من همچنان دارم پیام های شما رو میخونم که مثلا یوسف نوشته که الان وارد هفته سوم شویی کرونا در ایران شدیم ولی همچنان هیچ گونه مواد ضد عفونی کننده در سطح تهران پیدا نمیشه که خیلی ها گفتن که این معضل شده در اونجا علی یک پیام بسیار بلند بالایی نوشته که متاسفانه نمیرسم همین اون رو بخونم ولی از یونس میتونم بخونم گفته چنانچه ایران روابط حسنی را با ایالات متحده آمریکا تجربه مینمود ایران قادر بود همکاری های علمی و پژوهشی بیشتری را برای مهار کرونا در اختیار داشته باشد و لادن نوشته که ما از اول اسفند ماه که خبر از دنیا رفتن دو نفر از بیماری کرونا در قم رو شنیدیم فهمیدیم که حالا که دولت کتمان می کند فقط خودمون میتونیم به فکر خودمون باشیم پس تمامی کلاس ها رو کنسل کردیم و ماندیم در منزل و به امکانات منزل اکتفا می کنیم و مرتب توصیه های پزشکی را گوش می کنیم و تنها برای خرید مایحتاج ضروری از منزل بیرون می رویم و حالا اگه اجازه بدید از فیسبوک هم که دوتا پیام دیگه هم بخونم از سیما که نوشته به هر حال ادی باور میکنن و جدی نمیگیرند حتی اگه بهشون هشدار هم میدن میگن که چرا بی خود بزرگش میکنید این موضوع رو و مرتبا در اجتماعات مثلا مراسم ترهیم بدون توجه به هشدار پزشکان شرکت میکنن متاسفانه هنوز ادی باور به روغن بنفشه دارند اشاره تن آمیزی کرده سیما نعمتپور میگه که چه معنی دارد که سربازان آمریکا این موضوع آمریکا رو و افغانستان رو مطرح کرده نعمت میگه چه معنی دارد که سربازان آمریکا به شرطی از افغانستان خارج شوند که طالبان به قدرت برسند اگر اشتباه نکنم این خواستی خود ترامپ بوده است سپاس فراوان از همه پیام هایی که بر ما فرستادید و چون شنبه است میرویم سراغ هفت شنبه تازه ترین آواها و نواها از ایران با علی همدانی صبح همه شما شمندگان عزیز به خیر خدمت شما هر کجایی که هستید سلام میکنم امیدوارم که حال احوالتون خوبه گرچه وقتی که داشتم حاضر میشدم بیام برنامه رو اجرا بکنم به خودم داشتم فکر میکردم که وقتی این جمله همیشگی رو که در طول همه این سالها هر بار که پشت میکروفون نشستم گفتم امیدوارم حال و احوالتون هر کجایی که هستید خوبه واقعا شاید جواب مثبتی نداشته باشیم به این سوال بدیم این دفعه یا به این امیدواری من و بعد یادی حرفی افتادم که دوستی اخیرا میزد میگفت دیگه کم مونده فقط دایناسورا دوباره ظاهر بشن رو کره زمین به هر حال واقعا قلبا امیدوارم که حال و احوالتون هر کجایی که هستید خوب باشه از قصد میخوام برنامه رو با یک ترانه شروع بکنم ترانه تازه این نیست اما پر از امیده خصوصا اینکه شب عید سال نو نزدیک نوروز بهار داره از راه میرسه بذارید تقریبا دو هفته مونده تا این خوجسته ترین و دلنگیست ترین روز برای همه ماها روز نوروز آرزو بکنیم که امسال شاید واقعا لذت بخش این سال سفر با صدای لیلای فروهر راه بی خطر امسان سال سفر امسان سال سر و سامون دل در بدره نسه پاد گل ریز حکایت چودایی با گریه های ریز از شهری با شما صحبت می کنم که مسون نبود از کرونا و نخواهد هم بود و هفته پر از ام, اه, کرونا ما داشتیم اینجا در لندن خیابون های شهر تقریبا خلوتن وسایل نقلی عمومی به شدت خلوت شدن و بر حال سایه ترس از کرونا اینجا در این گوشه از جهان هم حسابی بر سر همه ما هست اما یکی از اتفاقای خوب و خوشاستایی که افتاد در طول هفته قبل این بود که ساسی مانکن ترانه تازه ای منتشر کرد از اون ترانه ترکونا بعد از جنتلمن اسم ترانه هست دکتور. دکتر دکتر جون دکتر چرا هی میری دور دور انداد او میزنه هی بالا با با کن تو دکتر جون دکتر هدیه به کم فرقم شما همینجوری که میخصی بدن شل کن

بریم سراغ ترانه بعدی آرمین توی اف ام با اسم خودش بعد از سالها ترانه منتشر کرده منظورم با اسم کامل خودش هست که جالب بود وقتی دیدم اول نشناختم آرمین زارعی آرمین توی اف ام سابق و این ترانه تازه بعد از مدت ها سکوت شاید سکوت اجباری به اسم رفت را میرم تو خیابونا نگام به آسمون فکر اینم که چیکم گذاشتم آخه مگه واسه اون رفت و به همه گفتش خیلی راحت از رازمون آخرشم نفهمیدم چرا یهو او عوض شد فاز اون رفت و تنام گذاشت درد و دردام گذاشت خوب میدونست نقط زفم چی بود دست رو نقط زفم گذاشت بهش گفتم نرو بمون کنارم بر همه دردام دام ولی رفت و پشتشم نگاه نکرد خدا میدونه که الان کجا رفت رفت رف، رف. منو دوستم نداشت رفت رفت رف، رف. دست و رو من نداشت رف، دست رف. با این که رفت با اینکه میرفت جونم براش رفت رفت رف. حتی یه یادگاریم تو خونم نزاد چی بگم که از دل خورم این روزا پر از دل هرم با بعد تو آدمای مختلفی از حرف میکردن ای پرم ولی باز من مثل تو نیشم توی این سینم حرف پر سپوره یک موی سفید تو سرم پر ریشم بلند تو باید شدی این شم باشه منم دیگه مثل خودت میشم منم مثل آدمای دورت میشم منم دیگه قید تو زدم واسه یه موندن تو دل میشم ولی نه مثل تو نمیشم میرم از زندگیت مثل یه نقطه میشم یادم نمیره حال خرابی و گریه آبا بخصای دیروز و پری روز و کل دیشب رف رف رف, رف منو دوستم نداش رف رف بازم دلم میخواد برنامه رو با بهار تموم کنم با شوق رسیدن روزی نو و سال اینو. به این امید که بخت و اقبال یارمون باشه در سال تازه که در از راه میرسه سال 1399 با این ترانه خاطر انگیز و جاودانه با صدای پوران گل اومد بهار اومد میرم به صحرا تا هفته بعد گل اومد میرم به صحرا عاشق <applause> صحرا بی نصیب خوش آواز ماندگار پورا بود در پایان برنامه هفتشنبه این هفته یک پایم دیگر هم از میسم بخونم در پایان این ساعت که میگه به نظر من توجه نکردن بخش قابل توجهی از مردم به هشدارهای حکومت در مورد جدی گرفتن خطر کرونا اینه که دیگه در مملکت ما ساز مخالفت زدن با حکومت و بالعکس شده یک رویه خب در اینجا رسیم به پایان ساعت اول بام بامدادی از همراهی تک تک شما سپاس کسرم. اینجا لندن است رادیوی بی بی سی در ساعت هشت صبح